فصل ششم، بررسی نمونه های زنده حقیقت. در گذر سالها متوجه شدم که داستان ها بسیار مؤثرترند. شنیدن داستان تجربه اشخاص دیگر برای من درک آن تجربه را واقعی تر می کنه. وقتی بتونیم با چالش ها و موفقیت هایی که شخص در مسیر عبور از یک حالت آگاهی به حالت دیگر تجربه میکنه ارتباط برقرار کنیم، به این باور خواهیم رسید که برای ما نیز میتونه تجربه مشابهی رخ دهد. این بررسی ها مربوط به افرادی حقیقی هستند که اطلاعات فصل های قبل را در عمل به کار بستند. آنها اول مفاهیم را به منزله دانش فکری در ذهن خود فرا گرفتند و سپس آنها را به کار بسته و در بدن خود تجربه کردند و در نهایت آن را در روح خود به حکمت تبدیل کردند. این افراد برای دستیابی به این تغییرات ماوراطبیعی مجبور بودند بر بعد یا محدودیتی در خود مسلط شوند و اگر آنها تونستن این کار را انجام دهند، شما هم میتونید. در این قسمت میخواییم داستان جینی که درد مزمن پا و کمر خود را بهبود بخشید رو بخونیم. جینی در روز 9 دسامبر سال 2013 در اتوبانی در لاس وگاس رانندگی میکرد که ماشینی از عقب با او برخورد کرد. او بلافاصله پدال ترمز را فشار داد، اما قدرت برخورد به حدی بود که منجر به برخوردش به خودروی جلویی شد و در نتیجه قدرت ضربه 2 برابر شد. او بلافاصله در قسمت پایین کمر خود احساس سوزش کرد و کم کم درد تا پایین پا کشیده شد. وقتی پزشکان رسیدند، او گفت که درد غیر قابل تحملی نداره، اما طی چند روز آینده درد افزایش یافت و به دردی مداوم و شدید تبدیل شد. او بیشتر در ناحیه پایین کمر احساس درد میکرد، دردی که در اثر جدایی دیسک بین مهره‌ای ایجاد شده بود. همچنین دردش در پای راستش تا انگشتان احساس میشد. جینی هفته 3 بار به متخصص کایروپراکتیک مراجعه میکرد. کایروپراکتیک نوعی تکنیک درمانی است که در آن از ماساژ و اعمال فشار بر استخوان‌ها و ساختارهای بدن برای تسکین و بهبود دردهای مانند دیسک کمر استفاده می شود. اما دردش خوب که نشد، بدتر هم شد. بعد از اون نزد پزشک دیگری رفت که برایش داروی شل کننده عضله تجویز کرد، مانند نورونتین که داروی تسکین درد اعصابه و موبیک نوعی داروی ضد التهابه. بعد از 9 ماه درد او آنقدر ادامه یافت که مجبور شد تزریقاتی در ناحیه کمرش انجام دهد. البته این روش هم کارساز نبود. در نتیجه این درد راه رفتن برای جینی سخت شده بود و دیگر حتی نمیتونست رانندگی کنه. در خوابیدن هم مشکل پیدا کرد و تنها 4 یا 5 ساعت در شب میخوابید. درد پایین کمرش در حالت نشستن مداوم در حین بلند کردن اجسام یا در صورت ایستادن به مدت طولانی شدیدتر میشد. گاهی تنها میتونست 20 دقیقه بنشینه. به همین علت بیشتر روزهایش را در بستر میگذراند. چون وقتی روی سمت راست بدنش دراز میکشید و زانوهایش را خم میکرد، دردش کمی تسکین پیدا میکرد. جینی نمیتونست از 2 فرزند 3 و 5 ساله خود مراقبت کنه. همچنین نمیتونست مانند قبل کار کنه. دیگر نمیتوانست رانندگی کند و اگر میخواست جایی برود باید همسرش او را میرساند. تمام این مسائل مشکلات مالی، تنش احساسی شدیدی در کل خانواده ایجاد کرده بود. جینی افسرده و خشمگین بود. او قبل از تصادف 1 بار به کارگاه‌های من آمده بود و مراقبه‌ها را انجام داده بود. اما بعد از تصادف از مراقبه دست برداشت، چون دردش به حدی شدید شده بود که نمیتونست بنشینه یا تمرکز کنه. بعد از 2 سال پزشکش به او گفت که برای ترمیم جدایی دیسک کمر نیاز به جراحی داره. او به جینی گفت که اگر این کار جواب ندهد میتونه به جراحی‌های دیگری مانند جوش دادن مهره‌ها هم فکر کنه. جینی تصمیم گرفت که عمل اول را انجام دهد. در حین
در این حال همسر جینی او را متقاعد کرد که در یکی دیگر از سمینارهای پیشرفته من در شهر سیاتل شرکت کند. این سمینار تنها یک هفته قبل از تاریخ عملش برگزار شد. برای جینی نشستن در حین پرواز هواپیما بسیار دردناک بود، اما تحمل کرد. جینی از دیدن دوستان قدیمی و آشنا شدن با دوستان جدید در این رویداد بسیار خوشحال بود، اما در عین حال ناراحت و غمگین هم بود، چون نمیتونست به اندازه بقیه ذوق و شوق داشته باشه. او فقط میخواست چند مسکن بخوره و بخوابه. وقتی شب اول بعد از گرد همایی میخواست سالن را ترک کنه، دوست خوبش جیل به شوق و امید به او گفت: جینی، تو فردا همینجا خوب خواهی شد. روز بعد کار رو از ساعت 6 صبح شروع کردیم. جینی تصمیم گرفت که دارو نخوره تا بتونه در مراقبه ها حضور پیدا کنه و از تجربهش لذت ببره. متاسفانه درد شدید به او اجازه نمیداد در مراقبه اولش تمرکز کنه و کار به جایی رسید که از آمدن به سمینار پشیمان شد. بعد از صبحانه در مراقبه دوم اوضاع تغییر کرد. جینی تصمیم گرفت تسلیم بشه و تمام قضاوت‌های خودش رو دور بندازه. مراقبه مانند همیشه با تمرین تنفس و بیرون کشیدن ذهن از بدن شروع شد. من در این تمرین به شرکت کنندگان گفتم که روی دو یا سه احساس منفی یا وجه محدود از شخصیت خود تمرکز کنند. از اونا خواستم که تمام اون انرژی ذخیره شده در سه مرکز اول انرژی را از نخاع خود بالا فرستاده و به مغز برسانند و در نهایت آن را در بالای سرشان آزاد کنند. اول جینی تصمیم گرفت روی خشم خود کار کنه، احساسی که به باور خودش سبب شده بود این درد شدید در بدنش باقی بمونه. او طی مراقبه احساس کرد که انرژی از ستون فقراتش بالا میره و سپس انرژی شدیدی را حس کرد که از طریق پشت سرش از بدنش خارج می شود. دومین احساسی که رویش کار کرد درد بود. وقتی داشت از تنفس استفاده می کرد تا انرژی مربوط به این درد را از بدن به مغز برساند، همان انرژی را حس کرد که هنگام کار کردن روی خشم حس کرده بود. اما این بار انرژی را به رنگ روشن با رگه‌هایی از رنگ سرمه‌ای مشاهده می‌کرد. ناگهان احساس کرد که انرژی کمتر شد و شدتش کاهش یافت. موسیقی عوض شد و بخش اصلی مراقبه آغاز شد. جینی کاملا در آرامش بود. او تمام انرژی را از بدن خود آزاد کرده بود. مانند گذشته به گروه گفتم که اعضای مختلف بدن خود را در فضا حس کرده و فضای اطراف بدنشون رو احساس کنند. بعد آنها را به فضای سیاه لایتناهی، یعنی میدان کوانتومی بردم. از آنها خواستم که به هیچ کس، هیچ چیز، هیچ جا و هیچ زمانی تبدیل شده و هوشیاری محض شوند. وقتی ابتدا دستور عملها را می دادم، جینی احساس می کرد شناور شده. احساس شدیدی از آرامش و عشق بی قید و شرط وجودش را فرا گرفت و حساب زمان و مکان از دستش خارج شد. او به هیچ وجه جسمش را حس نمی کرد، بنابراین دردی هم حس نمی کرد. با این وجود به طور کامل حاضر بود و می تونست دستور عملهای من را بشنود و دنبال کند. بعد با جینی به من گفت: تا آن موقع هرگز چنین چیزی را تجربه نکرده بودم. اونقدر عمیق بود که کلمات از بیانش قاصرند. حواسم تقویت شده بود و احساس میکردم به همه کس، همه چیز، همه جا و همه زمانها متصل شدم. من بخشی از کل بودم و کل بخشی از من بود. هیچ فاصله‌ای در کار نبود. جینی از بدن، محیط و زمان گذر کرده بود. آگاهی او به آگاهی میدان یک پارچه وصل شده بود، جایی که می گفت در آن فقط کل وجود دارد و هیچ فاصله‌ای در کار نیست. او نقطه شیرین لحظه اکنون و اکنون بخشنده را پیدا کرده بود و سیستم عصبی خودمختار او وارد عمل شده و بهبود یافته بود. در کارگاه‌های پیشرفته ما، افراد بعد از هر مراقبه دراز می‌کشند و تسلیم می‌شوند تا سیستم عصبی خود مختار
بتونه وارد عمل شود و بدنشان را برنامه ریزی کند. در پایان این مراقبه وقتی از همه خواستم که به بدن جدیدشان برگردن، جینی حیرت زده بود چون وقتی از زمین بلند شد دردی حس نمی کرد. او می تونست بدون مشکل راه بره. موقع نهار بود و استراحت اعلام کردیم، اما جینی حس غذا خوردن و حرف زدن نداشت. او هنوز از تجربه مراقبش در عجب بود. بعد از 2 سال خلاص شدن از درد برایش احساس خیلی خوبی بود. او همزمان اشک شوق و حیرت می‌ریخت. به دنبال 2 تا از دوستانش می‌گشت تا خبر خوب را به آنها بدهد و یکی از آنها جیل بود، همان کسی که شب قبل مطمئن بود جینی خوب خواهد شد. آنها جینی را تشویق کردند که حرکاتی را امتحان کند که قبلا به خاطر درد قادر به انجامشون نبود و جینی توانست همه آنها را بدون درد انجام دهد. در ادامه روز جینی دردی را احساس نکرد و همچنان به میدان یک پارچه متصل ماند. عصر آن روز جینی با همسرش تماس گرفت و همسرش گفت که یقین داشته که جینی خواهد توانست در این کارگاه از شر دردهایش خلاص شود. سپس با دوستش شام خورد و وقت خاص به خواب هیچ نوع داروی مسکنی مصرف نکرد. او آن شب برای اولین بار در چند سال گذشته خوب خوابید و صبح با انرژی از خواب بیدار شد. روز بعد مراقبه در حال قدم زدن را تمرین کردیم، مراقبه که حالا بعداً تو فصلهای بعدی بیشتر باهاش آشنا میشیم. جینی میتونست بدون هیچ درد و سختی صاف و بدون مشکل راه برود. نیازی به گفتن نیست که عمل جراحی را لغو کرد و درد هرگز به سراغش نیامد. داستان بعدی در مورد شخصی به نام دانیل هست که به امواج الکترومغناطیسی حساسیت پیدا کرده بود. 5 سال قبل دانیل به گفته خودش کارآفرین دیوانه و مضطربی بود که 20 و چند سال سن داشت و هر روز با تمام قدرت کار میکرد تا کسب و کار موفقی داشته باشه. 60 ساعت کار در هفته برایش عادی بود. یه روز وقتی با تمام وجود در حال داد و فریاد کردن پشت تلفن بود، احساس کرد چیزی در سمت راست سرش ترکید و بیهوش شد. وقتی به هوش آمد نمیدونست چه اتفاقی افتاده و چه مدت بیهوش بوده، اما حس کرد که سرش در حال ترکیدن است. با خودش فکر کرد شاید اگر استراحت کند حالش بهتر شود، اما چنین نشد. عجیب بود که هرگاه به چیزی که فرکانس الکترومغناطیسی از خود ساطع میکرد، مثل گوشی، تلفن همراه، لپتاپ، صفحه نمایش، میکروفون، دوربین، شبکه بی سیم یا دکل مخابرات نزدیک می شد، سردرد شدت پیدا می کرد. اگر کسی تلفن همراه خود را نزدیک دانیل جواب می داد، او آن را حس می کرد. قبلاً ولی هرگز چنین تجربه‌ای نداشت. در حقیقت او قبل از این اتفاق در حوزه کامپیوتر کار می کرد و هرگز در نزدیکی تجهیزات الکتریکی احساس ناراحتی نمی کرد. دانیل نزد چندین پزشک متخصص رفت، اما هیچ یک از آنها مشکلی در او پیدا نکردند. او چندین آزمایش خون، اسکن مغزی، معاینه فیزیکی را پشت سر گذاشت، اما جواب تمام آنها منفی بود. بعضی از پزشکان حرف او را حتی باور نمی‌کردند و طوری نگاش می‌کردند که انگار این علائم را از خودش درآورده. بعضی هم از او خواستند داروی ضد افسردگی مصرف کنه، اما او قبول نمی‌کرد. آنها به او میگفتن که این دردها ساخته و پرداخته ذهنش. بعد از اون دانیل نزد پزشکان کلنگر رفت و آنها به بیماری نادری تحت عنوان حساسیت به امواج الکترومغناطیسی مشکوک شدند. وجود امواج الکترومغناطیسی یا EHS همچنان در جامعه پزشکی محل منازعه دارد، اما سازمان جهانی بهداشت آن را به رسمیت شناخته است. سازوکار EHS هنوز شناخته شده نیست، اما وقتی این را در نظر بگیرید که 78% مغز از آب تشکیل شده، آبی که حاوی مواد معدنی باشه، رسانه الکتریسیته است و بنابراین ممکن است در افراد مبتلا به EHS بار الکترومغناطیسی طبیعی
به نوعی در نزدیکی اشیایی که امواج الکترومغناطیسی از خود ساده می کنند تشدید شود. دانیل نیز مانند بسیاری از افراد دیگری که EHS دارند علاوه بر سردرد دچار درد مزمن و خستگی نیز می شد. او 12 ساعت می خوابید اما وقتی بیدار می شد هنوز حس خستگی می کرد. یکی از پزشکان به او توصیه کرد که در روز 40 نوع مکمل غذایی مصرف کنه تا با این اثرات سوء مقابله کنه. اما مکمل ها هم گره ای از کارش باز نکردند. او همچنان درد را حس می کرد. طولی نکشید که دانیل مجبور شد کسب و کارش را جمع کند، بدهی زیادی بالا آورد و تمام چیزهایی که برای به دست آوردن آنها تلاش کرده بود از دست داد. در آخر هم ورشکسته شد و به ناچار به خانه مادرش نقل مکان کرد تا با او زندگی کند. دانیل به من گفت در عمل از زندگی کنار گرفته بودم و مانند زامبی ها شده بودم. از اونجوری که عقلم کار نمی کرد و نمی تونستم تمرکز کنم و کاری انجام دهم، هر کاری هم می کردم فایده ای نداشت و هر موقع تلاش می کردم به دنیای واقعی نزدیک شم، سرم به شدت درد می گرفت. دانیل گفت که هر موقع نزدیک چیزی می شد که از خود سیگنالی ساته می کرد، سردردش 1000 برابر بدتر می شد، تا حدی که از نظر احساسی نابود شده بود. دانیل بیشتر وقتش رو روی تختی در اتاق کوچکی در خانه مادرش سپری می کرد، در حالی که از شدت درد به خود می پیچید و همش گریه می کرد. می گفت زندگیم نابود شده بود. می دیدم که همه دوستانم ازدواج کردن، بچه دارن، ترفیع گرفتن، خونه می خرند و همه چیز دارن. وقتی به فکر خودکشی افتاد، دوستان و خانوادهش او را مجبور کردند دنبال راه چاره‌ای باشد. دانیل به خاطر خستگی، افسردگی و درد شدید هر روز فقط حدود 30 ساعت انرژی داشت. پس تصمیم گرفت از این زمان استفاده کنه تا بلکه چاره‌ای برای مشکلش پیدا کنه. 3 سال بعد از ظهور این علائم دانیل کتاب مرا خواند، کتابی تحت عنوان شما دارونمای خود هستید. در کارگاهی که اخیراً برگزار کردم دانیل را دیدم. او به من گفت جرقه‌ای در من زده شد. میدونستم راه حلم همینه. پس شروع کردم به انجام مراقبه‌های تغییر باورها و برداشت‌ها که در کتاب در موردش حرف زده بودم. درد دانیل به آرامی و به مرور زمان کمتر شد. پس مراقبه را ادامه داد. بعد از مدتی با مراقبه تبرک مراکز انرژی آشنا شد و آن را هم شروع کرد. به من گفت بار اولی که مراقبه را انجام دادم اتفاقی افتاد که نمیدونستم چطور آن را توضیح دهم. فقط وقتی به مرکز 6 انرژی رسید مانند آن بود که در درون سرش رقص نور به راه افتاده بود. با بخش‌های مختلفی از مغزش را می‌دید که خاموش شده بودند و ناگهان روشن می‌شدند و با هم ارتباط برقرار می‌کردند. سپس باریکه نور بزرگی که او آن را نور عشق می‌نامید از بالای سرش بیرون زد. تجربه درونیش در آن لحظه از خاطره تجربیات گذشتهش واقعی تر بود. از آن لحظه به بعد دانیل متوجه تغییر بزرگی شد. بعد از مراقبه تا 10 دقیقه دردی احساس نمی کرد. این دوره های آری از درد به مرور طولانی تر شد تا اینکه چند ماه بعد دیگر دردی باقی نماند. سپس با خود فکر کرد که باید از مراقبه برای تغییر حالت درونیش در مجاورت میدانهای الکترومغناطیسی که او را بیمار کرده بودند هم استفاده کنه. پس تصمیم گرفت که در کنار گوشی تلفن همراه یا لپتاپ مراقبه کنه. ابتدا دردناک بود اما به مرور مانند قبل بعد از مراقبه دردی حس نمی کرد و بعد دوره های آری از دردش طولانی تر شد. در آخر دانیل آماده بود که گام بزرگ دیگری برداره. او میزی را در یک دفتر اداری اجاره کرد تا فقط آنجا بنشینه و مراقبه کنه. جایی که پر از امواج بی سیم، کامپیوتر، مایکروویو و تمام انواع فرکانس‌های الکترومغناطیسی بود. چند هفته اول برایش سخت بود اما متوجه شد که به مرور آسان‌تر می‌شود.
بعد از مدتی 5 ساعت در روز را در همان محیط بدون درد مراقبه کرد و کم کم سردردهایش از بین رفتند و درد مزمن و خستگیش هم رفع شد. دانیل اکنون 100% بهبود یافته و به سر کارش بازگشت و از بدهی‌هایش هم نجات پیدا کرد. نکته جالب داستان اینه که دانیل تنها 1 الی 1.5 ساعت در روز کار میکند، اما درآمدش بسیار بیشتر از زمانی است که با استرس تلاش میکرد زندگی خود را به آن شکلی درآورد که دلش میخواست. او به راستی از زندگیش لذت میبرد. داستان بعدی در مورد جنیفر هست. 5 سال پیش پزشک جنیفر چندین بیماری جدید را در او تشخیص داد. جنیفر قبل از اون هم مشکلات زیادی داشت. در مجموع او به چند بیماری خود ایمنی، چند اختلال لوله گوارش، آسم مزمن، بیماری کلیه، آرتروز و سرگیجه مبتلا بود. سرگیجش گاهی اونقدر شدید می شد که استفراغ می کرد. هر روز جنیفر پر از مشکل بود. حتی در مسواک زدن هم مشکل داشت، چون نیروی کافی برای اینکه دستش رو مدتی طولانی در هوا نگه دارن نداشت. اغلب همسرش جیم موهاش رو شونه می کرد. وقتی جیم سر کار بود، جنیفر مجبور بود بعد از کار چرتی بزنه تا نیروی کافی برای آشپزی کردن داشته باشه. جنیفر می گفت سخت‌تر از همه این بود که حس می کردم مادر بدی هستم، چون نمی تونستم هیچ کاری برای پسرهایم انجام دهم و این موضوع دلم را می شکست. مجبور بودم بیشتر ساعت آخر هفته رو بخوابم تا بتونم دوشنبه صبح به سر کار برم. جنیفر تنها 50 کیلو وزن داشت، اما به خاطر آرتروز و آماس شدید زانو و مچ پا نمی تونست خوب راه بره. به خاطر آرتروز و درد شدید دیگه نمیتونست با دست راستش حتی یه قوطی کنسرو باز کنه یا سبزی پاک کنه. گاهی روی تخت دراز میکشید و بازوهاش رو با پاتختی میکوبید تا جلوی درد رو بگیره. همیشه بدنش التهاب شدید داشت. حتی پزشکان متخصص هم به او گفته بودند کاری از دستشان ساخته نیست و جنیفر باید یاد بگیره با این درد و رنج زندگی کنه. این رو هرگز به کسی نگفته بود، اما میترسید مدت زیادی از عمرش باقی نمانده باشد. او آماده بود که تسلیم شود، اما جیم اجازه نمیداد. جیم هر شب در کتابها به دنبال راه‌حل‌های جایگزین میگشت و مرتب جنیفر را تشویق میکرد که ادامه دهد. سپس جیم با کتاب شما دارونمای خودتان هستید آشنا شد و داستان زنی را در آن خواند که مشکلات مشابهی داشت و توانسته بود خود را بهبود ببخشد. جنیفر و جیم توافق کردند که در کارگاه شرکت کنند. 2 ماه بعد در ماه جون 2014 جنیفر در کارگاهی در شهر سیدنی استرالیا شرکت کرد. حالش کمی بهتر شد و در کارگاه پیشرفته‌ای در مکزیک هم شرکت کرد. متأسفانه وقتی زمان کارگاه فرا رسید، سنگی به طول 8.5 میلیمتر در کلیه‌اش دیده شد و پزشکش اجازه پرواز نداد. در نتیجه کارگاه را از دست داد، اما همچنان مراقبه‌هایش را ادامه داد و هر روز ساعت 4:50 از خواب بیدار شد. او سال بعد به همراه جیم در کارگاه پیشرفته‌ای استرالیا شرکت کرد. جنیفر میگفت یادم میاد که شب اول به سختی از پله ها بالا رفتم و خود رو به اتاق رسوندم. همیشه همینطور بود، اما در پایان کارگاه مانند یک شخص سالم راه میرفتم و نیازی به داروی آسم هم نداشتم. یک روز قبل از اینکه به خانه برگردیم، جیم گفت که حالم خیلی خوب به نظر میرسد و باید غذاهای عادی رو امتحان کنم. من هم با نگرانی این کار را کردم و هیچ اثر سویی نداشتم. نه دردی، نه آسمی، نه دلپیچه‌ای، نه سردردی، هیچی. به نظرم این بهترین پیتزایی بود که در عمرم خورده بودم. وقتی جنیفر مراقبه میکرد، واقعا سنگ تمام میذاشت. او همیشه خود را روی امکان سلامتی تنظیم میکرد و حجم زیادی از انرژی را در تمام بدنش حس میکرد که میتونست تمام روز اون رو سرپا نگه داره. وقتی در حین مراقبه از شرکت کنندگان خواستم در این حالت وجودی جدید زندگی کنند، اون تصور کرد که با خوشحالی می دود و حتی برخورد پاهایش به زمین
و صدای نفسهایش را حس میکرد. جنیفر در آخر مراقبه اشک شوق میریخت. سرانجام او تونست بدنش رو شرطی کنه تا با افزایش انرژی، تغییر فرکانس، شرطی کردن بدن نسبت به ذهنیت جدید و پیام دادن به ژن‌های جدید برای ترمیم بدن، احساس بیماری را فراموش کند. جنیفر میگفت حالا غذای عادی میخورم و از ماه جون سال 2015 تا کنون از داروی آسم استفاده نکردم. میتونم 15 کیلومتر در روز راه برم و وزنه های 20 کیلویی بزنم. من هر روز تمرین میکنم و هدفم این است که در نیمه ماراتن شرکت کنم و به زودی هم این کار را خواهم کرد. داستان بعدی غلبه فلیشا بر اگزمای شدیدشه. فلیشا از زمانی که 3 ماهه بود پیوسته از اگزما و عفونت‌های پوستی رنج می‌برد. رهایی کوتاه مدتی از در اثر رژیم سفت و سخت و مصرف دارو حاصل شده بود، اما به نظر نمی‌رسید که زیاد دوام بیاره. در سال 2016 فلیشا که پزشک 34 ساله‌ای در بریتانیا بود، متوجه شد که محدودیت‌های حرفه‌ای‌اش خیلی اذیتش می‌کنه. بعد از 1 دهه تجربه بالینی و ویزیت بیش از 70,000 بیمار متوجه شد که بیمارانش نیز احساس مشابهی دارند. وقتی دنبال راه‌حل‌های علمی رضایت بخش‌تری می‌گشت با کارهای من آشنا شد. فلیشا که از این امکان به وجد آمده بود و تشنه ایده‌ها و راهکارهای مستند جایگزین بود، در یکی از کارگاه‌های من شرکت کرد. او می‌گوید این رویداد زندگیم رو تغییر داد و به من ابزارهایی داد تا باورهای محدود قبلیم راجع به خودم و قابلیت‌های حقیقی بدن انسان را دوباره ارزیابی و به‌روزرسانی کنم. تکنیک تنفس برای او از همه جالب‌تر بود. او می‌گوید باید اعتراف کنم که ابتدا کمی بدبین بودم و به خودم اجازه نمی‌دادم به طور کامل تسلیم این فرایند بشم. طی ماه‌های آتی فلیشا که هر روز مراقبه‌اش را انجام می‌داد، پوستش بهتر شد و با موفقیت تونست رابطه جدیدی با زندگی‌اش ایجاد کند. او که ترغیب شده بود دنبال راه‌های جدیدی می‌گشت تا در کار پزشکی رویکرد جامعه‌گرانه‌تری پیدا کند. اما در کمال تأسف متوجه شد که هیچ یک از سازمان‌های بیمه پزشکی در بریتانیا رویکردهای غیر متعارف را بیمه نمی کنند. فلیشا گیر افتاده بود و دوباره در دسامبر 2016 اگزما و عفونت‌های پوستیش بازگشتند. با این وجود به مراقبه‌اش ادامه داد و حتی در کارگاه پیشرفته ثبت نام کرد و قبل از حضور در کارگاه فیلم ذهنی خود را تهیه کرد. اون نیت‌های بسیار مشخصی برای آینده‌اش داشت. او تصاویری از پوستی سالم در سر داشت و همچنین تصویر میکروفونی را در ذهن داشت که آن را در دست گرفته و بی‌محابا بر روی سن حقیقت را با دیگران در میان گذاشته و آنها را ترغیب می‌کند. در روز اول کارگاه پیشرفته تکنیک تنفس را اجرا کردیم تا قده پینال را فعال کنیم و این بار فلیشا تصمیم گرفته بود که مردد نباشد و به طور کامل تسلیم این فرایند شود. او تعریف می‌کند که متوجه شدم تنفسم سریع‌تر شده، انرژی خارق‌العاده‌ای در گلویم جمع شده بود، این انرژی شدت یافت و تا جایی پیش رفت که احساس کردم گلویم می‌خواد بسته بشه. ترسیده بودم، پس بدنم را از این موقعیت خارج کردم و ادامه مراقبه را در همان حالت وجودی گذشته سپری کردم. روز بعد در مراقبه آخر فلیشا داشت به تکنیک نقشه مغزی مجهز می شد. او این فرصت را برای تجربه سطح جدیدی از اطلاعات فوق‌العاده می دونست. او احساس می کرد که در حرفه‌ای گیر افتاده که محدودیت را تبلیغ می کند و با خود فکر می کرد اگه بتونم به افراد بدبین و نیز به کسانی که باور دارن نشون دهم که ما چقدر بی نهایت هستیم چی؟ او چنین فکری در سر داشت و می خواست با احساس متعالی آزادی و رهایی خالص به میدان یک پارچه وصل شود. با خودش گفت هرچه باده باد. وقتی مراقبه شروع شد او وجود خود را بر روی امکان و ناشناخته ها گشود.
به سرعت متوجه شد که تنفسش دچار تغییر شده و آن انرژی نفسگیر دوباره در گلویش جمع شده. هر بار که این احساس شدیدتر می شد، به جای اینکه به آن اجازه دهد مانند روز قبل بر وی غلبه کند، مصمم‌تر می شد که در فرایند بماند. او بدنش را به لحظه حال برگردان و از تمام مزاحمت‌ها چشم پوشی کرد و همه انرژی و هوشیاری خود را بر روی وصل شدن به میدان حقیقت و عشق صرف کرد. بدنش مرتب در حال مقاومت بود، اما بعد از پیروزی مکرر در مبارزات درونش در نهایت تسلیم شد. او می گفت آنچه تجربه کردم انفجار نشاط‌آوری از انرژی در مغزم بود. دانستن مطلق بود. احساس عشق ناب و شدیدترین احساس شادی تمام زندگیم رو تجربه کردم. مثل این بود که به خانه آمده باشم. داشتم این وحدت ژرف را تجربه می کردم. در تمام این مدت کاملا از حواس بیرونیم آگاه بودم. می شنیدم که دانشمندان پشت سرم می گفتن سکته است. اعضای جدیدی به تیم دانشمندان عصب شناسی ما اضافه شده بود و قبل از آن چنین انرژی در مغز ندیده بودند. فلیشا معمولا به عنوان پزشک از شنیدن این کلمه نگران می شد، اما می دانست که در آن لحظه برای اولین بار در حال تجربه حقیقت و آزادی مطلق است. تا چند ساعت بعد از مراقبه کمی گیج بود، اما از نظر فیزیکی از همیشه سبکتر بود. طی چند روز آینده فلیشا نوعی حس بیباکی و بازیگوشی را از درون خود تجربه کرد. همچنین او زنجیری از همزمانی ها را تجربه می کرد. از جمله تحقق صحنه فیلم ذهنیش که در مورد حالا فیلم ذهنی در فصلهای بعدی بیشتر توضیح می دیم. که در حال سخنرانی روی صحنه است. در واقع بدون این که بدانم در فیلم ذهنیش چنین چیزی بوده است، از او خواستم بالای صحنه بیاید و تجربهش را به اشتراک بذاره. وقتی به خونه برگشت متوجه شد که دیگر اگزما آزارش نمیدهد. می گفت به پوستم نگاه کردم، تمام قرمزیه که چند روز قبل روی پوستم بود کاملا از بین رفته بود. فلیشا تا به امروز داروی دیگری مصرف نکرده و پوستش همچنان صاف و بدون مشکل است. زندگیش همچنان به شیوه های جدید جالب و شگفت انگیز ادامه پیدا می کند. فلیشا به من گفت بسیار شکرگزارم که همه ما نامحدودیم. حرفم را باور کنید، اگر یک پزشک تحلیلی بتونه انجامش دهد، پس همه میتونن انجام دهند.